اولین کلینیک تحقیقاتی در پژوهشکده علوم و فناوری پزشکی با حضور نخبه‌های داخلی و خارجی در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد. این کلینیک چقدر در جمع شدن نخبه‌های کشور مؤثر بوده؟ این کلینیک سعیش بر اینه که تمام نخبگانی که چه در داخل و چه در خارج هستن براشون انگیزه ایجاد بشه که در داخل کشور به هموطنهای خودشون خدمت کنن. پس در کشور عملا ما یک کلینیکی رو امروز افتتاح کردیم، تنها کلینیکیه که در کنار یک پژوهشکده قرار گرفته تا در کنار پژوهشکده عملا به علم و تحقیقات کمک کنه. در واقع چیزی که منو جذب کرد برای اومدن به این کلینیک این تعاملی بود که بین پزشک و رشته‌های مهندسی هست. ما عملا در پژوهشکده در شاخه مهندسی پزشکی پژوهش می‌کنیم و در بخش کلینیک این پژوهش خودمون رو میایم امتحان می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم، ببینیم چه خوبی‌ها، چه کاستی‌ها، چه بدی‌هایی داره که بتونیم بهترش بکنیم. ما فقط در زمینه دستگاه آلات توانمندیمون مقداری ضعیف هست که انشاءالله با یاری دوستان و دست‌اندرکاران حتما این بخش هم اینجا جمع‌آوری بشه. این کلینیک همطور که از اسمش پیداست کلینیک تحقیقاتیه، یعنی اگه قرار هست رو بیماری های کار بشه سعی میکنه با نگاه پژوهشی این کار رو انجام بده. کلینیکی هست که تقریبا در کشور منحصر به فرد هست. از این کلینیک ها در کل دنیا وجود داره، در کشورهای توسعه یافته وجود داره. بخش پژوهشی در زمینه مغز و اعصاب ما هم جنبه تصویر برداری یا مغز داریم، هم جنبه الکتروفیزیولوژی مغز را داریم. طبعا برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی نیاز به یک سری در اصل غربالگری وجود داره که به این منظور نیاز به یک کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و قلب با توجه به اون در اصل ارتباط نزدیک و تعامل نزدیکی که بین این دو شاخه پزشکی وجود داره کلینیک رو در داخل پژوهشکده تأسیس کردیم به منظور اینکه پژوهشکده بتونه کارهای تحقیقاتی و پژوهشیش رو انجام بده. تقریبا فکر میکنم تمام دانش و بخش اعظم فناوری که داریم سعی کردیم بومی باشه، ولی یه چیزی رو یادمون باشه، به خصوص در حیطه‌های علوم نوین مثل آیتی، مثل بایو، اینا چیزی نیست که در حد و حصر مرزهای مشخصی باشه. ولی اون چی که باز شاید منحصر به فرد باشه، این کلینیک در بدنه یه دانشگاه جامع داره دایر میشه و این خیلی مهمه. ولی کلا میتونم عرض بکنم که راه اندازی چنین مراکزی، آزمایشگاه‌های در این سطح و راه اندازی فضاهای آکادمیک، این مرجعی میشه برای هم سرویس و خدماتی که میتونه به جامعه بده و هم محفلی میشه برای دانشمندانی که علاقمندن به موضوعات مرتبط. بسیاری از محققینی که الان در حال حاضر در خارج از کشور هستن یا برگشتن یا در حال فکر به برگشت هستن و خدمت به کشورمون، و امیدوارم که مسئولین محترمیم امکان رو برای این عزیزان فراهم بکنن تا بتونن هرچه بهتر به کشورمون خدمت کنن. چه روندی در این کلینیک طی خواهد شد و چه کسانی میتونن در اینجا مورد مطالعه قرار بگیرن؟ ببینید، با توجه به این که هدف این کلینیک غربالگری راجع به بیماری های خاص در زمینه مغز و اعصاب و قلب هستش، طبعا بیمارانی که دچار این مشکلات هستن میتونن از هر جایی و از هر مکانی به این پژوهشکده مراجعه بکنن و توسط متخصصان مغز و اعصاب و قلب مورد درمان واقع میشن. در جمع‌بندی بخوام عرض بکنم، این
کلینیک با وجه تمایز اینکه میتونه آنالیزهای مهندسی شیمی و مهندسی پزشکی و ریاضی رو داشته باشه، کمک‌های زیادی رو میتونه در تولید مقاله، در تولید علم، تولید فناوری و فرموله کردن این فناوری‌ها برای انتقال اون به بیمارستان‌های کل کشور داشته باشه. با ما در شهر بمانید.